الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. و با سلام و درود به یکایک بینندگان عزیز و گرامیان محترم و همراهیان شبکه جهانی وصال حق، امیدوارم در هر کجا که باشید شاد و خرم و پیروز باشید و خداوند متعال شما را شامل الطاف بیکران خودش بگرداند و همیشه حسنه دنیا و آخرت نصیب همه شما شود. چنانچه خداوند متعال می‌فرماید که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، به بندگانش توصیه کرده که از او حسنه رو در دنیا، نیکی رو در دنیا و آخرت بخوان. با برنامه دیگر از برنامه‌های منهاج السنه. منهاج السنه همونطور که می‌دونید در رد کتاب منهاج الکرامه آقای هلی نگاشته شده به قلم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی، خداوند قبرش را پر نور بگرداند و او را روز قیامت با صدیقین و انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشور بگرداند. واقعا جوابی که در این کتاب منهاج السنه به آقای هلی و دیگر شیعیان داده شده تا کنون کسی نتونسته به این کتاب پاسخ بده. و برنامه امروز هم مثل برنامه های قبل یکی دیگر از دروغ های آقای هلی یا علامه دروغ پرداز رو افشا میکنه، همونجور که واقعا از اول کتاب یا ازد که در قسمت های مختلف این برنامه جناب استاد نشان دادن که آقای هلی به خاطر اینکه خواسته باشه مذهب خیالی خودش رو بهش پروبال بده به روایت های دروغ جعلی استناد کرده یا تهمت ها و ادعاهای بی جایی کرده و تهمت های به اهل سنت زده تا بتونه که به مذهب خیالی خودش چیزی بیفزایه و تا بتونه امامت رو ثابت کنه و مذهب خودش رو ثابت کنه. در این برنامه و در این قسمت هم باز هم یک دروغ دیگه از آقای هلی خواهیم داشت با شما و همچنین جناب استاد. از طرف شما بینندگان به جناب استاد سلام، وقت بخیر دارم. سلام علیکم جناب استاد. بنده خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و عرض سلام و تحیات و دعای اسلامی دارم و به تمامی شما عزیزان عرض می کنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و در خدمت جناب علی ان شاء الله خواهم بود. جناب صاحب، اونطور که کلا بحث یا روال شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه این گونه است که اول ادعاهای آقای هلی رو مطرح میکنه، ادعاهایی که آورده متن کتاب آقای هلی رو میاره مطرح میکنه و در لابلای اون به متن کتاب آقای هلی یا اون ادعاهایی کرده احادیث روایات روایات دروغی هر چی آورده اونها جواب میده، حتی جاهایی که روایات صحیح از کتاب اهل سنت آورده شیخ الاسلام تیمور اونها ثقه میذاره، میگه و اینها صحیح هستن. و امروز هم مثل اگر چه هفته گذشته بحث جمل بود یا هفته گذشته در رابطه با بانو عایشه رضی الله عنها بود، این هفته هم در همون باره هست و بحث ادعا یا دروغ دیگری که به اهل سنت نسبت میده که میگه که اهل سنت فقط عایشه رضی الله عنها رو ام المؤمنین مینامن و با عنوان دیگر پیامبر و زنان دیگر را ام المؤمنین نمینامن. خب جناب استاد، اگر میخواستن که در این مورد توضیحی بدین که این چجور آقای هلی این دروغ رو مطرح کرده، آیا اهل سنت این گونه اعتقاد دارن یا در کتابهاشون، در باورهاشون، در کل این گونه است یا خیر؟ الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى و علی نبینا و آله و اصحابه المجتبى. همون گونه که شما اشاره کردید، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه با عدالت و انصاف مطالبی رو که علامه هلی ادعا کرده و نقدهایی رو که به گمان خودش بر روش و منهج اهل سنت و جماعت وارد کرده، ایشون اومدند و در این کتاب خودشون با محوریت کتاب و سنت و عقل و منطق صحیح این ادعاها رو پاسخ گفتند. یک نقطه‌ای که در طرح مسائل از جانب بزرگان و علمای شیعه بسیار و واقعا هم بگونه گسترده آشکار و نمایان هست، روش طرح مسائل هست که برخلاف اصول علمی هست، برخلاف واقعیت ها هست، یا به تعبیر دیگر
یک نوع فریبکاری هست، دروغ پردازی هست، اتهامه های بیمورد و ناروایی هست که به اهل سنت و الجماعت میزنند و از این طریق میخواهند که حقانیت خودشون رو بیان بکنند و ثابت بکنند. همان گونه که بینندگان عزیز در جریان هستند، آقای هلی در این کتاب وجوهی رو ذکر کرده، علل و دلایلی رو ذکر کرده مبنی بر این که مذهب شیعه حقتر هست و اولاتر هست به اتباع در مقابل مذهب اهل سنت و الجماعت. و در وجه پنجم این نقطه رو تاکید کرده بود و بر این فشاری می کرد که اهل سنت و الجماعت دچار تعصب شدند، کورکورانه برخی از موارد را بر اساس تعصبشون، بر اساس عصبیتی که دارند، بر اساس جانبداری که از برخی از افراد دارند یا بر اساس بغضی که با اهل بیت دارند، به تعبیر آقای هلی یک سری مسائل رو آوردند، معتقد به اون هستند، در کتاب خودشون مطرح کردند و در مقابل معتقد هست یا بر این باور هست و این ادعا رو می کند که در صورتی که شیعیان در این گونه موارد دچار تعصب و خودکامگی یا جانبداری یا دوری از قرآن و سنت و عقل نیستند و این اتهام رو بر اهل سنت و جماعت وارد می کند. وقتی که ما نگاه می کنیم که یک انسانی در وزن و در شهرت علامه هلی که در مذهب شیعه وقتی گفته می شود علامه یعنی بدون پسوند و پیشوند، علامه یعنی علامه هلی، درست، کسی که با این وزنه هست و با این شهرت هست در مذهب شیعه، وقتی میاد یک مسائلی رو طرح میکند بر اساس دروغ، بر اساس افترا، بر اساس همون تعصبی که خودش رو از آن مبرا میداند، این روش طرح مسائل از علما و اندیشمندان و مراجع دینی شیعه هست. درست. چه برسیم به این که این مسائل رو اگر یک طلبه شیعه بخواد مطرح بکند یا یک فرد عامی شیعه مطرح بکند، آنگونه دیگه چه خواهد بود؟ وقتی که علمایشون، مراجعشون، نویسندگانشون، علامه هایشون این گونه مسائل را طرح می کنند و سعی می کنند با دروغ بردازی اذهان عمومی شیعیان خودشان را، پیروان خودشان را فریب بدن، اونم قطعا تا یک مقطع زمانی و این حقیقت ها و واقعیت ها حتما یک روزی آشکار خواهد شد. در این زمینه هم مانند بسیاری از موارد دیگری که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نشاندهی کرده و تصریح کرده و واقعیت‌ها را بیان کرده، ببینیم که آقای هلی اومده و یک افترای دیگری را بر اهل سنت و الجماعت بسته که به هیچ عنوان مصداق ندارد، حتی در یک مورد، حتی در یک مذهب، حتی در یک گروه و یک فرقه از فرقه های اهل سنت و الجماعت، حتی در یک قرن و زمان، چون این چیزی به صورت کلی در میان اهل سنت و الجماعت وجود ندارد. منتها از آنجایی که علمای شیعه و بزرگان شیعه، مراجعشون، علامه هایشون در طرح مسائل بر اصول غیر علمی می روند و مبنایشون دروغ پردازی هست، اتهام دیگران هست و پنهان کردن مطالب و حقیقت ها هست، می بینیم که اومده چون این ادعاهایی رو با کمال ناباوری متاسفانه به در کتاب خودش ثبت کرده و امروزه هم که صدها سال از وفاتش گذشته، باز هم میبینیم که این دروغه ها در میزان حسناتش یا سیئاتش روز به روز افزوده میشود و افراد دیگر اومدند بعد از ایشون و همین حرفها رو تکرار میکنند و مبنایشون، استدلالشون هم حرفهای آقای هلی هست. قبل از اینکه من وارد مبحث اصلی بشم، مطالبی رو که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه بیان کرده، من طبق روش معمول ابتدا ادعای آقای هلی رو از کتاب خودش خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدهم. کتابی که بینندگان بارها مشاهده کردند، منهاج الکرامه فی معرفت الامامه، که آقای هلی نوشته برای اثبات حقانیت مذهب شیعه و اثبات امامت ائمه 12 به صورت کلی و بالاخص سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، و شیخ الاسلام ابن تیمیه هم در کتاب منهاج سنت النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه اومده و این ادعاهای پوچ و واهی را پاسخ گفته. من همون گونه که روش خود شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه است، ابتدا کلام هلی را بدون کم و کاستی و بدون فزونی
در کتاب خودش نقل میکنه در ابتدا و در فصل و در ابتدای هر بخشی و بعد از آن نکته به نکته جاهایی که ارزش رد کردن را دارد و نقد کردن را دارد اونها را ذکر میکنه. آقای هلی در وجه پنجم که تقریبا دو سه صفحه رو از این وجه پنجم ما خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم و مدت طولانی هست که در این وجه پنجم هستیم، در ابتدا میگوید که ان الامامیت لم یذهب الى التعصب في غير الحق، مطالبی رو که بارها اینو خدمت بینندگان من نمایش دادم که امامیه یعنی شیعیان 12 امامی در لم یذهب الى التعصب في غير الحق، چیزی که حق واقعیت نیست اونها در این زمینه تعصبی را ندارند، برخلاف اهل سنت و الجماعت فقط ذکر الغزالی والمتولی و کانا امامین لشافیه الى آخر مواردی رو در این زمینه ذکر کرده. منتها در اینجا مطلبش این است که اهل تشیع در این زمینه تعصبی رو ندارند و اهل سنت تعصبهایی رو دارند و این مواردی رو که ذکر کرده و یکی از این مواردی که امروز میخوایم بررسی بکنیم، یکی از این نمونه های تعصب اهل سنت و الجماعت رو به گمان خودش آورده و معرفی کرده. در صفحه 38 کتاب منهاج الکرامه اینجا مطلب هست که اشاره میکند و سموها ام المؤمنین ولم یسمو غیرها بذلک، که ادعا میکند که اهل سنت و الجماعت عایشه را ام المؤمنین نامیدند. عایشه را ام المؤمنین نامیدند و لم یسمو غیرها بذلک، در صورتی که غیر ام المؤمنین را یعنی غیر عایشه را ام المؤمنین نامیدند. خدیجه بقیه همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. این ادعای آقای هلی هست که اهل سنت از بس که تعصب دارند، عناد دارند و در واقع یک جانبه قضاوت میکنند، خوبی های اصحاب رو میبینند اما خوبی های اهل بیت رو نمیبینند، اومدن عایشه را ام المؤمنین نامیدند در صورتی که دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم را ام المؤمنین نمیدانند و ننامیدند. و اضافه بر این میگد ولم یسمو اخاها محمد ابن ابی بکر مع عظم شأنه و قرب منزلتی من ابیه و من اخته عایشه ام المؤمنین خال المؤمنین، اهل سنت و الجماعت برادر عایشه را که محمد فرزند ابی بکر هست با توجه به جایگاه خاصی و منزلت عظیمی که داشتن نزد پدرش و قد تقربی رو که نزد پدر و نزد خواهرش ام المؤمنین داشتن، اینو محمد ابن ابی بکر رو خال المؤمنین ننامیدن و سم و معاویت ابن ابی سفیان خال المؤمنین، اما اومدن معاویه را گفتند که خال المؤمنین هست، دایی مؤمنان هست. به چه دلیل؟ لأن اخته ام حبیبه بنت ابی سفیان بعض زوجات النبی صلی الله علیه و آله، به دلیل این که خواهر معاویه ام حبیبه یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و اخت محمد ابن ابی بکر و ابوه اعظم عندهم من اخت معاویه و من ابیها، در صورتی که خواهر محمد ابن ابی بکر و پدر محمد ابن ابی بکر نزد آنانی نزد اهل سنت از خواهر معاویه و از پدرش در واقع بالاتر و فراتر هستند، یعنی عایشه و پدرش نزد اهل سنت و الجماعت جایگاه بلندتر و بالاتری رو دارند به نسبت ام حبیبه و پدرش که ابو سفیان باشه. اما بعض اومدند خواهر ام حبیبه رو گفتند که خال المؤمنین، برادرش رو گفتند، معاویه رو گفتند خال المؤمنین هست، اما برادر عایشه رو خال المؤمنین نگفتند. جناب استاد قبل از اینکه شما ادامه بدین، من حالا این سوال شاید به از شما نباشه، از شیعیانی باشه که بیننده برنامه هستن، خب چرا آقای هلی ابوبکر صدیق فقط یک فرزندی به نام محمد که نداشت، فرزندان دیگه به نام عبدالرحمن و بقیه هم داشت، خب چرا اینجا اسم محمد ابن ابوبکر آورده و عبدالرحمن رو نیاورده؟ امیدوارم که شیعیان در این نکته هم کمی دقت کنن. این انشالله من در لابلای مباحث، چون که میخوام این مطلب رو از ابتدا آغاز بکنیم، انشالله این مطلب رو من خدمت بینندگان عزیز هم عرض خواهم کرد که چرا در از میان تمام فرزندان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم محمد ابن ابوبکر رو انتخاب کردند که بخواند از این دفاع بکنند در مقابل معاویه، یا به تعبیر دیگر محمد ابن ابوبکر رو در مقایسه بکنند با معاویه و در مقابل حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه قرار بدن.
خب این ادعایی بود که آقای هلی در واقع مطرح کرده بود. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این همین مطلب را در کتاب خودش آورده و بدون کم و کاست ذکر کرده. دوستان نمایش بدن اینجا در جلد 4 این کتاب منهاج السنه هست، میقال الرافضی و اشاره به کلام آقای هلی هست و سماها ام المؤمنین ولم یسم غیرها بذلک. ام المؤمنین را عایشه را ام المؤمنین نامیدن، در صورت دیگران را ام المؤمنین ننامیدن. دقیقاً همون مطالبی رو که آقای هلی در کتاب خودش آورده بود شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه با رعایت امانت علمی دقیقاً همون مطالب را در اینجا ذکر می‌کنه. خب اهل سنت و جماعت به صورت کلی بلا استثنا هر کسی رو که شما جز اهل سنت و جماعت قرار بدید، هر فرقه‌ای که منتسب به اهل سنت و جماعت هست، ولو اینکه انحرافی داشته باشه، ولو اینکه مشکل اعتقادی داشته باشه، به هر صورت نامش اهل سنت و جماعت باشه یا هر فردی رو از ائمه اهل سنت، از محدثین، از فقها، از مفسرین، مورخین، هر کسی رو که نام سنی میشد بر اون اطلاق بشود، ما در تاریخ اسلام تا کنون کسی رو ندیدیم که معتقد به این باشد که ام المؤمنین لقب اختصاصی حضرت عایشه هست و دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم را ام المؤمنین ننامند. این نه مذاهب معروف اهل سنت و جماعت چون این اعتقادی رو دارند و نه علمای مشهور اهل سنت و جماعت و حتی نه افراد عامه و افراد غیر مشهور اهل سنت و جماعت، هیچ کدام چنین عقیده ای را ندارند. بنابر عقیده اهل سنت و جماعت، بنابر فرموده الله متعال در سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، تمام همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم را بلا استثناء اونها را امهات المؤمنین می نامند، یعنی مادران مؤمنان، اهم از اون کسانی که در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کردند یا این که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز هم زنده بودند. در اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اولین نقطه ای رو که به اون اشاره می کند همین نقطه هست که والجواب ان یقال، پاسخ ما این است که گفته می شود در مقابل این ادعای آقای رافضی که گفته بود انهم سموا عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین ولم یسموا غیرها بذلک، ادعایی رو که در این زمینه کرده بود، ما جوابی که ما داریم در این زمینه، واقعا نقطه جالبی رو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این کتاب مطرح کرده و می فرماید که فهذا من البهتان واضح ظاهر لكل احد، این یک افترای واضح و آشکاری هست برای هر کسی، هر کسی این رو میداند که این در واقع یک افترا هست و یک بهتان است. و ما ادری، این نقطهش واقعا جالب هست، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه واقعا تعجب کرده از دروغ پردازی های شیعه و آن هم کسی که مرجع شیعه در زمان خودش بوده، علامه هست. وقتی که مطلقا گفته می شود علامه، یعنی علامه هلی ابن مطهر هلی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید و ما ادری هل هذا الرجل و امثاله يتعمدون الكذب، من میدونم، موندم در این مسئله که آیا این آقا، ما ادری هل هذا الرجل، این آقا و امثاله و امثالش، اون کسانی که قبلش بودن، اون کسانی که معاصرش بودن، اون کسانی که تا به امروز هم بر نقش قدم هلی می روند و دروغ می پردازن، میگن من نمیدونم آیا اینها عمدن دیده و دانسته دروغ میگویند، آیا واقعا عمدی هست این عملشون، ام اعمى الله ابصارهم، یا این که الله متعال بصیرت اونها را کور کرده و گرفته، لفرط هواهم، از بس که تعصب دارن، حتی خفی علیهم ان هذا کذب، می فرماید که من نمیدونم واقعا این آقای هلی و دیگر کسانی شیعه که هستند، من نمیدونم که آیا واقعا دیده و دانسته دروغ میگویند، میدانند که دارن دروغ میگویند باز هم دروغ میگویند، یا این که الله مطال بصیرت اونها را تمس کرده، اونها را کور کرده و نادانسته و نمیدونند که در واقع دروغ میگویند. واقعا یک مطلبی با این وضوح و با این آشکاری که بچه های اهل سنت و جماعت را، طلاب و بقیه انسان های باسواد و فرهیخته که به جای خودشون، حتی بچه ها و کودکان اهل سنت و جماعت را شما بگید که امهات المؤمنین کی هستند، بلا استثناء میگن همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم و چه بسا بسیاری از فرزندان اهل سنت و جماعت هم نام امهات المؤمنین را و همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم را در واقع حفظ هستند. اما ما میبینیم که
فردی مانند علامه هلی میاد و دروغی به این اندازه که این دروغ بر کسی پوشیده نیست. تمام بینندگان عزیز اهل سنت و الجماعتی که حضور دارن و صدای بنده رو میشنوند، آیا شما تا به امروز این مطلب رو شنیدید که اهل سنت معتقد باشد که عایشه ام المؤمنین هست، دیگران ام المؤمنین نیستن؟ اگر واقعا آقای هلی در ادعای خودش راست هست و کسانی که پیرو هلی هستند یا مدافع هلی هستند، برای ما بیارن معرفی بکنن. امام ابو حنیفه گفته، مالک گفته، شافعی گفته، امام احمد حنبل گفته، ائمه محدثین گفتن، مفسرین گفتن، چه کسی از اهل سنت و الجماعت این حرف را زده که آقای هلی اومده و این اتهام را به اهل سنت و الجماعت در اینجا وارد کرده؟ درست. و همون گونه که من عرض کردم، این اعتقاد اهل سنت و الجماعت نیست و این یک دروغ دیگری هست که در اینجا اینو گفته که اهل سنت و الجماعت عایشه را ام المؤمنین نامیدند. به هیچ عنوان اهل سنت نیستند که عایشه را ام المؤمنین نامیدند، بلکه این تصریح الله متعال در قرآن کریم هست. این تسمیه و نامگذاری از جانب اهل سنت و الجماعت نیست، نه از جانب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و نه از جانب ائمه اهل سنت و الجماعت، نه از جانب مورخین و محدثین و مفسرین اهل سنت و الجماعت، بلکه از جانب الله متعال هست. کسانی که معتقد به قرآن ما مسلمانان هستند، قرآن را قبول دارند، علی رغم انفهم و پوزهشون هم به خاک مالیده بشود، این مطلب را باید قبول بکنند. درست. اگر قرآن را قبول دارند، با درست. کسانی که قرآن را قبول ندارند، خدا را قبول ندارند و حرف وحی را قبول ندارند، قرآن را تحریف شده میدونند، ما با این گروه حرفی رو نداریم. اما شیعیان معتدلی و میان روی که این قرآن را قرآن خودشون میدونند، در همین قرآن در سوره احزاب الله متعال احکام متعددی را در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرده و من جمله در آغاز این سوره آیه 6 این سوره این مطلب را به صراحت اعلام کرده که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. اینو با هر سلیقه‌ای که شما ترجمه بکنید، ترجمهش غیر از این نیست که همسران رسول الله مادران مؤمنانند. برمند نگاه بکنند ترجمه هایی رو که شیعه ها ترجمه کردند، با هر معیاری که بخواید ترجمه بکنید، ترجمه این آیه این است که همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم مادران مؤمنان هستند و یکی از همسران رسول الله بدون هیچ گونه اختلافی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بوده. در کنار عایشه افراد دیگری هم بودند، حفصه بوده، ام حبیبه بوده، زینب بوده، قبل از همهشون حضرت عایشه بوده، ام سلمه بوده و تمام همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بعد از این میاد چند مورد از دروغها و افتراهای شیعه را یا منتسبین به شیعه را به صورت کلی قطع نظر از این که امامی باشند، فتحی باشند و نمیدونم زیدی باشند یا هر فرقه دیگری که هستند، مطالبی را در این زمین از اونها ذکر کرده که نشانگر این هست که واقعا در میان شیعه چه اندازه افترا وجود داره. یکی از افتراهایی که یک فردی اگر این حرف رو یک انسان ناآگاهی میزد، تازه یک از یک سنی شنیده بود که گفته بود ام المؤمنین عایشه و دیگران رو نشنیده بود، درست. خب قابل توجیه بود که فرد عامی بوده، یک فرد بازاری بوده، چندان حرفش قابل استدلال هم نیست. اما وقتی که یک علامه باشه که به صورت مطلق علامه هلی، اونم که وقتی تمام که الهاد به قول شیعه در سینش جمع شده و وقتی که در مقام رد باشه، درست. وقتی که در مقام اثبات مذهب شیعه در مقابل مذهب اهل سنت و الجماعت باشه، دروغ گفتن در این موارد دیگه نهایت یعنی از این فراتر نمی شود که انسانی این اندازه تنزل بکند با این مقام و با این علمی که داشته و چنین دروغی رو بگوید که برای حتی انسانهای کودکان هم در واقع می فهمد که این یک دروغی در واقع بیش نیست. درست. شما به نکته های جالب اشاره کردین که این که واقعا عقیده اهل سنت از قرآن گرفته شده، همونطور که با آیه 6 سوره احزاب اشاره کردین که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. اما آقای هلی نمیدونم یا دیگر شیعیانی که واقعا قدم به قدم آقای هلی اصلا نمیدونن که خود همین شیعه کسی است که سیدنا عایشه، سیدتنا عایشه، بانو عایشه رو تکفیر میکنه، در صورتی که حالا ما بذاریم احادیث که در کتب اهل سنت اومده که احادیث همشون جمع جاشون محفوظ، ما با احادیث کار نداریم، خود همین آیه، خود همین آیه ایمان قلبی بانو عایشه رو ثابت میکنه
وقتی میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم من امهات المؤمنین، یعنی باید خودشون اول زنان پیامبر ایمان داشته باشن که مؤمنه بر اونها اطلاق بشه که بعد بگن ام المؤمنین. خود همین آیه ایمان اونها رو ثابت میکنه برخلاف عقیده شیعه که عایشه کافره، حفصه کافره و در کتاباشون اومده و این که اهل سنت که الان همه رو میگن ام المؤمنین، اما علما شیعه داریم که خیلی الفاظ رکیک نسبت به عایشه میگن. به همین عایشه که آقای هلی ازش دفاع میکنه، ببخشین ام شرور براش استفاده میکنه، حتی تو کلیپ هایی که از کربلا و نجف و نمیدونم کجا پخش شده ام المفسدین و ام هزار، یعنی خلاف حرف قرآن. دقیقاً این به معنی هست که شیعه به قرآن ایمان ندارن. اگر واقعا این نشان تعصب باشه که اهل سنت و الجماعت به عایشه میگن ام المؤمنین، این نشان تعصب که هیچی فراتر از تعصب، نشان کفر کسانی هست که عایشه رو به عنوان ام المؤمنین قبول ندارن. زیرا که ام المؤمنین بودن عایشه رو الله متعال بیان فرموده. کسی که آیه قرآن رو قبول ندارد، ردش میکند، هیچ تعویل دیگری هم ندارد. ام المؤمنین هستن اینجا صراحتا اومده و ازواجهم امهاتهم، و رد کردن قول الله متعال به اتفاق شیعه و سنی این در واقع کفر هست. اگر این دلیل تعصب اهل سنت باشه، دقیقاً دلیل کفر شیعه هم هست، زیرا که اگر اهل سنت و الجماعت اومده باشند که این واقعیت نداره که ام المؤمنین رو اختصاص داده باشند به عایشه، واقعاً یک تعصبی هست، اما این گونه نیست. اما شیعیانی که اومدند لقبی رو که الله متعال برای عایشه و دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت کرده، بخوان اینو رد بکنند، رد کردن قول الله متعال و فرموده الله متعال قطعا کفر هست و انسان را از دایره اسلام خارج میکنه. اضافه بر این، علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در رد قول علامه هلی اومده مطالبی رو ذکر کرده که این شیعیان با گروه های متعددی رو که دارند، مانند اسماعیلی ها که بودند، مانند نصیری ها و تمام فرقه های در واقع افراطی که در طول تاریخ شیعه پدید اومده و متاسفانه امروزه هم اعتقادات و باورهای شیعه یک آمیزه یا یک در واقع خلاصه از اعتقادات فرقه های باطلی هست که امروزه حتی خود شیعیان امامیه هم اونها را باطل میدونند و اونها را در مواردی هم کافر میدونند. منتها اعتقاداتشون، باورهایشون امروزه در جهان تشیع و در میان مذهب شیعه اثناعشری و جعفری این در واقع رسوخ پیدا کرده. افراد گمراهی مانند هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، افراد گمراهی مانند ابوالخطاب و اصحاب ابوالخطاب، مفضل ابن عمر که خطابی و مفضلیه و دیگر گروه های باطلی که وجود داشتند، راویان شیعه همین گروه ها هستند، یا فتی هستند، واقفه هستند، کسانی که اصلا به امامت اثناعشر اعتقاد نداشتند، چه بسا که اسماعیلی هستند یا نصیری هستند یا از این فرقه های غلاطی هستند که اگر با دید عقل و منطق و بر اساس قرآن و حدیث ما بنگریم قطعا اونها کافر هستند و خارج از دایره اسلام. و یکی تعدادی از این افتراهایی رو که بر اهل سنت و الجماعت بستند، بر اهل بیت رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بستند، موردی رو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کرده. چند مورد هستند، من جمله این که تعدادی از گروه های شیعه، تعدادی از فرقه های شیعه معتقد هستند که سیدنا حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما فرزندان علی و فاطمه نیستند. این شاید یعنی جای تعجب داشته باشه، واقعا جای تعجب شیعه داره. باشه و اینو بگه شیعه باشه، معتقد به ولایت علی باشه، هر کسی که امامت علی رو قبول نکند اونو کافر بدوند و مخالفان علی رو کافر میدونند در واقع، باز بیاد و ادعا بکند که حسن و حسین نسبشون از علی ثابت نیست، فرزندان علی نبودن. به صورت کلی این حرفی که میگن حسن و حسین فرزندان علی نیستن، اینو به خاطر محبت علی میگن یا به خاطر بغض عداوتش؟ به هر صورت که باشه، بحث رو اینه که این یک نوع تعصب هست، همین تعصبی که آقای هلی اومده اهل سنت رو بیان متهم میکند. این نه تنها نشان تعصب هست، بلکه فراتر از این نشان تعصب هم که هست و چه بسا نشان کفر هم هست.
و زیرا که این علت این که گفتند که حسن و حسین فرزندان علی نیستند این است که گفتند علی چون که خدا هست، چون که اله هست، پس بنابراین همون صفتی رو که لم یلد و لم یولد هست الله متعال، همین صفت رو برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع ثابت کردند و این افرادی که این عقیده رو داشتند کاش که شیعیان این جرأت رو پیدا می‌کردند که روایاتشون رو به صورت کلی از کتاب خودشون بیرون می‌کردند. هر کسی که باشه این اعتقاد رو داشته این انسان کافر هست، مرتد هست، اما از این که توهین کرده به حضرت حسن و حسین و حضرت علی و فاطمه زهرا، این در واقع اهانت کرده به الله متعال، مرتکب کفر و شرک شده. هیچ انسان عاقلی اهم از شیعه و سنی نباید اقوال چنین کسانی رو بیاند و قبول بکنند به عنوان بنیانگذاران مذهب یا به عنوان راویان مذهب، حرفشون مورد استدلال و مدرک قرار بگیره برای شیعیان. اما متاسفانه این موارد وجود داره. یکی از این موارد این است که اشاره کردم که حسن حسین فرزندان علی نبودند، نسبشون رو نفی میکنند از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و میگویند که فرزندان سلمان فارسی بودند یا افراد دیگری بودند که ان شاء الله خدمت بینندگان عرض خواهم کرد. یا مثلا برخی معتقد بودند که علی اصلا از دنیا نرفته، بعد از وفات زنده هست هنوز و مهدی خود حضرت علی هست، باز میگردد دشمنانش رو در واقع از بین میبرد. و برخی مثلا معتقد هستند که حضرت ابوبکر و عمر رضی الله تعالی در قبرشون نیستند، اونها فقط ظاهر قضیه این هست و اونها رو در واقع فرشتگان از اینجا خارج کردن، بردن در یک بر رو برهوتی در اونجا دفن کردن. یا معتقد به این هستند که بسیار از شیعه که متاسفانه در این زمینه کتاب ها نوشتند که رقیه و ام کلثوم دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم نبودند، و چه بسا بسیاری از شیعیان پاکدل امین قبول کردند که فاطمه زهرا یگانه دخت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، معتقدند که رقیه و ام کلثوم و همچنین زینب فرزندان رسول الله نبودند، دختر خوانده هایش بودند. و از این فراتر هم معتقد هستند که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه عمدن در واقع دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم را به شهادت رسوندند. و مواردی از این قبیل ما می‌بینیم که در میان شیعه وجود دارد که امروزه متاسفانه یک حرفی رو که آقای هلی زده یا کسی دیگر قبل از هلی زده یا بعد از هلی، امروزه اومده جزء اساسیات و مشخصه های مذهب شیعه قرار گرفته، جزء وجوه تمایز شیعه از غیر شیعه در واقع قرار گرفته. اما جناب شما اشاره کردین که بعضی از شیعه ها حتی شیعه های اثناشری که امروز هستن بر این باورن که سیدنا عثمان دختران پیامبر رقیه و ام کلثوم رو قصدن کشته. و این سوالی است که شاید بینندگان شیعه که واقعا بیننده هستن به این سوال باید پاسخ بدن که طبق عقیده شیعه پیامبر ابن غیب داشت، درست؟ و رقیه و ام کلثوم هم در تاریخ کلن اومده که در زمان حیات پیامبر از این دنیا رفتن، یعنی پیامبر در قید حیات بودن، در بین اصحاب بودن که دو دخترشون رقیه و ام کلثوم از دنیا رفتن. خب اگر از در قید حیاتش رفتن، اگر وقت اولی رو عثمان کش پیامبر و علم قیم داشت میدونه، سر دختر دومیشو بهش داد؟ یک. و دومن وقتی دختر دومی رو بهش داشت چرا گفت اگه دختر سوم داشتن بهش میدادم؟ اصلش یعنی اساسش نه تنها این که چرا دختر دوم رو داده، چرا همون دختر اولش رو بهش داده؟ دقیقاً علم غیب داشت میدونست. ولو این که بالفرض و المحال ما بپذیریم که چنین واقعیتی وجود نداره، در کتابش یه فرامان دلایلش هم وجود داره که رقیه و ام کلثوم دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، بالفرض هم که نبودن، ربیبش بودن، دختران خدیجه بودن، درست. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم با چه عنوانی این خیانت رو در حق دخترخوانده های خودش یا دختران حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها انجام میداد؟ وقتی که میدونستند که واقعا عثمان اینها رو به ختم میرساند، شوهر مناسبی نخواهد بود، قطع نظر از اینکه دختران خودش بودند یا نبودند، به هیچ عنوان نباید راضی میشد که این دختران رو به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنها بدهد. و این مواردی که من عرض کردم اینا تمام دلیل و نشان و آیه هایی هست و علائمی هست برای این که شیعیان در واقع مواردی رو که واقعیت نداره به عنوان یک حقیقت و به عنوان یک ضرورت در مذهب و به عنوان یک مشخصه مذهب انتخاب کردن، و مواردی رو هم که در تاریخ مسلم اسلام ثبت شده اونها رو در واقع انکار میکنن.
و این مطلبی رو که من اشاره کردم که برخی از شیعه ها که شیخ الاسلام ابن تیمیه اینو گفته که فإن منهم من المنتسبین الیهم کالنصیری و غیرهم، برخی از گروه هایی که منسوب هستند به شیعه و راویان شیعه، اگر امروزه شیعیان اثناعشری منسوب به این افراد نباشند، منتها افرادی که این اعتقاد را داشتند امروزه جز بزرگان شیعه هستند، جز راویان دین شیعه هستند، مذهبشون و دینشون از همین افراد دارن میگیرند. و اینها معتقد بر این بودند که برخی از این گروه ها که حسن و حسین فرزندان علی رضی الله تعالی عنه و حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نبودند. من مطالبی رو که برای اینکه این حرف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مصداق پیدا بکنه و دلیلش رو بینندگان عزیز بدونن، مطالبی رو از کتاب‌های خود شیعه خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدم. در کتاب رجال کشی که بارها من این مسئله رو، این کتاب رو نمایش دادم دوستان، اینو رجال کشی هست و یکی از معروفترین کتاب‌های رجالی شیعه هست. در این کتاب در صفحه 241 مطلبی را آورده به عنوان محمد ابن بشیر هست، یک فردی رو معرفی کرده که یکی از راویان شیعه هست، افراد شیعه محمد ابن بشیر و شماره 349 هست. این مطلب رو درباره این آورده و مطالبی رو بعد از این به صورت کامل ذکر کرده در مورد این، و موردی رو که من میخوام ازش استدلال بکنم این نقطه هست که وزعموا ان كل من انتسب الى محمد فهم بیوت و طرق، و معتقد هستند این افرادی که قبل از این اومده و این و مذاهبهم فی تفویض مذاهب الغلاة من الواقفه و هم ایضا قالوا بالحلول، و غلاة و واقفه که بسیاری، یعنی ده ها نفر از، اگر نگوییم که صدها، از راویان شیعه از همین واقفه و فتحیه و غلات و خطابیه و بقیه فرقه های شیعه هستن. میگه که وزعم و معتقد هستن بر این مطلب که ان کل من انتسب الى محمد، تمام کسانی که خودشان را نسبت میدهند به محمد، تمام کسانی که منسوب به محمد یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هستن، فهم بیوت و طرقون، اینها فقط بیوت هستند و در برخی از کتاب اومده ظروفون، یعنی اینا فقط یعنی یک حیثیت، یک ظرف و یک محل را دارند، نه این که فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، بلکه اینها فقط یک به عنوان یک بیوت و ظروفی هستند. و ان محمدا هو رب، و معتقد هستند که محمد رب هست، حل فی کل من انتسب الیه، که این رب حلول کرده، یا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که رب باشه، حلول کرده در تمام کسانی که منسوب به رسول الله هستند، علی فاطمه حسن و حسین، تمام کسانی که منسوب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و انه لم یلد و لم یولد، رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یلد و لم یولد هست، نه زاده شده و نه فرزندی از او به دنیا آمده. و انه محتجب فی هذه الحجبه، و این بند شده در حجاب هست، در همین حجابها، اینا فقط یعنی نمادهایی از در واقع اله هستند که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و زعمت هذه الفرقه، و این فرقه، و این فرقه گمان میکند، و زعمت و زعمت هذه الفرقه والمجسمه ومجسمه والعلياويه واصحاب ابي الخطاب، مجسمه، علياويه و این فرقه و اصحاب ابي الخطاب معتقد بر این هستند، گمان میکنند که ان كل من انتسب الى انه من آل محمد، هر کسی که خودش را منسوب به آل محمد میداند و معتقد است که ما اهل بیت پیامبر هستیم و آل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ف هو مبطل فی نسبته، این نسبتش نسبت باطلی هست، مبطل فی نسبته، این نسبت نسبت باطلی هست، مفتر علی الله کاذب، یک دروغ پرداز هست و در واقع افترا بر الله متعال بسته. هر کسی که مدعی باشد که از نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، از ذریه پیامبر هست، اهم از حسن و حسین یا هر کسی دیگری که باشد، معتقد به این باشد که ما فرزندان رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم، چون این انسانی مبتل هست، یعنی در این انتساب خودش، و یک انسان مفتری و دروغ پردازی هست. و انهم الذین قال الله تعالی فیهم انهم یهود و نصارا، و این کسانی هستند که الله متعال درباره اونها گفته که یهود و نصارا هستند، و قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، و میگه که محمد در مذهب خطابیه و علی در مذهب علیاویه، فهم ممن خلق، اینا جزء کسانی هستند که آفریده.
هؤلاء كاذبون فيما ادعوا اذ كان محمد عندهم وعلي هو رب لا يلد ولم يولد ولا يستولد تعالى الله عما يصفون وعما يقولون علوا كبيرا. لكن مثلا واقعا از دیدگاه هر انسان عاقلی یک مطلبی هست که قابل رد هست و کفره. اما بحث اینجا است که در اینجا گروه هایی رو ذکر کرده مانند مجسمه که رأسشون هشام ابن سالم و هشام ابن حکم بودن و همچنین صاحب الطاق و میسمی، اینها جز افرادی بودند که یعنی بنیانگذار این تفکر بودند که الله متعال جسم هست، و همچنین اصحاب ابوالخطاب. ابوالخطاب در واقع یکی از کسانی هست که این تحریف ایجاد کرد در دین اسلام، نه در مذهب تشیع، و برخلاف دستور امام جعفر صادق نماز مغرب را به تأخیر می انداخت و اینو با مغرب عشا را یک جا می خوند در وقت نماز عشا و در وقت تاریکی. امروز شیعه پیروان همین ابوالخطاب هستند. این در بحث ادای نماز مغرب و عشا با هم شیعیان امروزی دوازده امامی که از رهبر گرفته تا تهشون پیرو ابوالخطاب هستند. قطعا پیرو ابوالخطاب هستند و این ابوالخطاب کسی بوده که بنابر قول امام جعفر صادق روایاتی رو میگرفته در کتابهای شیعه و در کتابهای امام باقر، اینها رو در واقع اضافه میکرده غلو و افراط خودش رو، و خودش و همچنین اصحابش مانند مفضل ابن عمر و دیگران امروزه جز راویان مذهب شیعه هستند که اقوال اینها سند و مدرک هست برای مذهب شیعه. این مطلبی هست که از این کتاب من نمایش دادم. همین مطلب را در کتاب بحار الانوار آورده ذکر کرده. کتاب بحار الانوار هست، دوستان نمایش بدن این مطلب رو. کتاب بحار الانوار و صفحه جلد 25 هست، صفحه 310 و 311. این همین مطلب را آورده و در اینجا ذکر میکند که وزعمو ان کل من انتصب الى محمد فهم بیوتون و ظروفون، که در اونجا تروفون آورده بود، در اینجا میگه که ظروفون. و ان محمدن هو رب و من انتصب الیه، محمد رب کسانی هست که به ایشون منصوب هستند. و انه لم یلد و لم یولد، محمد که نه فرزندی داشته و نه هم که از کسی زاده شده. و انه محتجب فی هذا الحجب و زعمت هذه الفرقه والمخمسه، در اونجا مجسمه بود، در اونجا مجسمه بود، یعنی مجسمه، و در اینجا میگه والمخمسه، اونایی که پنج تن پاک رو در واقع مظهر پیدایش دنیا میدونن. و العلیاویه و اصحاب ابوالخطاب، و اصحاب ابوالخطاب، ان كل من انتسب الى انه من آل محمد فهو مبطل في نسبه مفتر على الله كاذب، که معتقد است هر کسی که خودش رو نسبت بده به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مبتلون فی نسبه، در این انتساب خودش و در ادعای نسب مبتل هست، دروغ پرداز هست و افترای بر الله متعال در واقع زده. و خودش هم به همون مطلبی که در اونجا آورده اینجا اشاره میکنه، محمد فی مذهب الخطابیه و علی فی مذهب العلیاویه فهم ممن خلق هذین کاذبین فی ما ادعوا من النسب، هر کسی که چنین ادعایی رو در واقع داشته باشه که نسبش به علی میرسد یا به رسول الله صلی الله علیه و آله، طریق علی به رسول الله صلی الله علیه و آله میرسد، این در واقع دروغگویی هست و چون این چیزی امکان ندارد، زیرا که علی و رسول الله صلی الله علیه و آله لم یلد و لم یولد بودند، فرزندانی رو در واقع نداشتند. و این مطلبی به صورت صریح‌تر که در کتاب دیگر از کتاب‌های شیعه اومده که در عقیده یکی از گروهی که از جزء غلات شیعه بودند به نام ازوریه بوده. خب قبل از شما توضیح دادن، دوستان عزیز اگر لطف کنم مانیتور نشون میدن تا جناب استاد هم بتونن در رابطه با این فرقه و دید این فرقه که چه نسبتی و دید به حضرت علی رضی الله عنه و داشتن. این کتابی هست به نام اسرار الامامه که حسن ابن علی تبرسی این کتاب رو نوشته، و در این کتاب که متاسفانه چاپ ایران هم هست و چاپ‌های متعددی داشته این کتاب، یک گروهی وجود داره به نام ازوریه، به نام ازوریه وجود داشته که از یک از فرقه هایی هستند که نزدیک به ابوالخطاب بودند و ماردی که ابوالخطاب معتقد بوده، معتقد به این مارد بودند. این ازوریه معتقد بر این بودند که حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما فرزندان شخصی هستند به نام علی ازور، فرزندان شخصی هستند به نام علی ازور، نه فرزندان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم. میاد که اما علی فهو صانع لا ولد له لم یلد ولم یولد، اما علی که
ادعا میکنند که پدر حسن و حسین هست، این علی صانع هست، آفریدگار هست، رب هست که لا ولد له، فرزندی رو نداشته، لم یلد و لم یولد، که نه از زاده شده و نه فرزندی از اون در واقع زاده شده. و جالبتر این است که این ازواری معتقد بودند بر این که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها در واقع زن نبودند بلکه مرد بودند. و حتی در ادامه این روایت و این مطلبی که ذکر شده میآورند که از تای تانیس رو از اسم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حذف می‌کردن، مثلا نمی‌گفتن فاطمه بلکه می‌گفتن فاطم، یعنی که به صورت مذکر باشه. درست. این مطلب رو کاملا در این کتاب آورده و مشخص کرده، من یادداشت کردم از جلد 1 صفحه 486 کتاب اسرار الامامه، یا به تعبیر دیگر نام دیگری داره اسرار الائمه، هر دو تا یک کتابی هست، اسرار الامامه و اسرار الائمه، که این در واقع حسن ابن علی طبرسی و گمان کنم که جزء معاصرین علامه هلی هست، این مطلب را صراحتاً اومد آورده، در کتاب خودش نقل کرده که از وریه کسانی هستند که معتقد هستند که حسن و حسینی که شیعه اونها را امام خودشون میدونند، فرزندان علی ابن ابی طالب نیستند، فرزندان یک فردی هستند به نام علی ازور، و این علی ازور پدر حسن و حسین بوده، اما اون علی که علی ابن ابی طالب هست اون اله بوده، صانع بوده، اون فرزندی نداشته، محال است که اله فرزندی داشته باشه، لم یلد و لم یولد بوده. و حتی فاطمه هم که ادعا می کنند که همسر علی بوده، این فاطمه زن نبوده بلکه مرد بوده. این ازوری اومدن این تای تانیث رو، فاطمه رو که اسم زن هست، اینو تغییر دادن، گفتن فاطم که اسم یک در واقع مرد باشه. اینا در واقع گذشته از این که افترا هست، گذشته از این که اهانت هست، یعنی انتفاع نسب حسن و حسین از حضرت رسول الله، از حضرت علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهما، این گناه نابخشودنی هست برای هر مسلمانی. من میدونم که قلب خیلی از مسلمانان و تمامی مسلمانان و حتی شیعیانی که واقعا دنبال حق و حقیقت هستند از گفتن این مطالب واقعا آزرده میشوند، اما چاره‌ای نیست جز این که ما واقعیت ها را بیان بکنیم که در میان راویان شما افرادی که مانند ازوری هستند یا اصحاب ابوالخطاب هستند یا نصیریه هستند، اسماعیلی هستند و نیاکان شیعیان امروزی هستند، نیاکان شیعیان اثناعشری هستند، این اعتقادات را داشتند و متاسفانه روایات این افراد امروزه در کتاب‌های شیعه به نصدها بلکه هزاران مورد هم میرسد و جز راویان معتبر شیعه هم در واقع هستند. اگر شیعه بخواهد که این روایات را رد بکنند، هیچ چیز از مذهب شیعه در واقع باقی نمیماند. این گذشته از این که یک نوع در واقع بی حرمتی هست به رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهانت هست، این قطعا یک عقیده کفرآمیزی هست که به هیچ عنوان مسلمانی نمیتواند که چنین مطلبی رو بپذیرد. جناب استاد، حتی معتبرترین یا ثقه ترین راویش یکی که دیگه زراره است که سنگشو به سینه میزنه، که اگر زراره نبود شاید خود ابو عبدالله گفته که دین اندر است حدیث ابی، یعنی کلا مندر از بین میرفت، حدیث محمد باقر از بین میرفت اگر زراره نبود. زراره که وقت موت به عمش میگه قرآن رو من بده به عمش، در روایت خودشی در کتاب فکرم رجال کشی باشه که میگه که قرآن رو به من بده، میگه که قرآن میخواد چیکار کنه، قرآن رو میگیره باز میگه رو سینش میذاره، میگه عم شاهد باش که من جز این قرآن امامی ندارم، و کسی که امام نداشته باشه طبق عقیده شیعه کافره، یعنی عقیده شونو از یک کافر مثل زراره میگن که یا ملعون به زبان امام صادق. این مطلبی که شما اشاره کردید این یک واقعیت تلخی هست که درست. در میان راویان شیعه متاسفانه همین راویانی که اومدند که از این روایاتشون استدلال میکنند که صدها نفر، صدها مورد داریم در روایات شیعه که اومدن از امام زمان خودشون سوال کردند که امام بعد از شما کی هست؟ یعنی این که مسئله امامت حتی در زمان خود ائمه معروف و مشهور نبوده. حتی خود ائمه، امام جعفر صادق قبل از این که اسماعیل رو و همچنین در موارد دیگری هم این اتفاق افتاده که فرزندان خودشونو گفتند اینا امام هستند و اتفاق افتاده قبل از پدر از دنیا رفتند، یعنی دروغ ثابت شده و بله بدا حاصل شده برای الله متعال. و روایاتی داریم مثلا که در مذهب شیعه راویان شیعه اومدند و سوال کردند از امام ائمه خودشون که آیا امکان دارد که دو امام یک جا وجود داشته باشه؟ امامم گفته که نه، دو امام یک جا نمیشه مگر یکی
صامت باشه یکی ناطق باشه، یعنی یکی صداش در واقع بسته باشه و یکی دیگه صدایش باز باشه، این گونه امکان پذیر است. این نوع سوالات مانند این است که یک مسلمان امروزه بیاد از شما سوال بکنه که آیا امکان داره که در یک روز دو نماز مغرب بخونیم؟ آیا می شود که در یک هفته دو روز به نام جمعه باشن؟ این در حد این سوالات هست، اما می بینیم که راویان شیعه اومدن این سوالات رو از ائمه خودشون کردن و این مسئله حیرتی که شما اشاره کردید، هشام ابن سالم هست، زراره هست و ابو بصیر هست، مفضل هست، راویان برگزیده و بزرگان شیعه، راویان برترشون، اینها بعد از امامشون، بعد از وفات امام باقر، بعد از وفات امام جعفر صادق، اینا دچار حیرت شدند، یعنی حتی مسئله امامت برای اینا کاملا مشخص نبوده و دلیل بر این است که این امامت جزء اصول دین نیست و این تعریفی که از امامت امروزه شیعه دارن این به مرور زمان ایجاد شده. در کتاب رجال کشی که نگاه بکنیم، در کتاب فرق نگاه بکنیم، الفرق و المقالات قمی نگاه بکنیم، در کتاب فرق نوبختی اگر نگاه بکنیم، در میان اینها شما تا قبل از وفات حسن عسکری فرقه ای را با عنوان فرقه اثناعشری پیدا نمی کنید. دقیقا نمی گید. اگر واقعا وجود داشت این عقیده که یک گروهی از شیعه معتقد به شیعه اثناعشری باشن، خب بعد از وفات سیدنا علی فرقه فلان فلان گفتن، فرقه فلانی فلانی گفتن، اما فرقه اثناعشری نظرشون این بوده بعد از وفات حسن، بعد از وفات حسین باید ذکر میکردند که شیعیان اثناعشری معتقد بودند که مامان ما 12 تا هستند تا آخر میرود، اما چون این مطلب به صورت کلی وجود نداره و حتی کتاب نوبختی در که فرقش میاره که بعد از وفات حسن عسکری 13 فرقه به وجود اومدن، 12 همیش اثناعشری. بله، ده ها فرقه متاسفانه شیعه و این خودش دلیل بر این است که امامتی با این تعبیر و با این مصداق وجود نداشته. من این مطلب را کامل بکنم که از دیدگاه اهل سنت والجماعت، که ما اهل سنت والجماعت واقعا همون گونه که قبلا اشاره کردیم تمام همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم را امهات المؤمنین می‌دانیم. تمام همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین هستند. هیچ کسی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم به لقب ام المؤمنین سزاوارتر از دیگران نیست. همهشون به صورت یکسان و مساوی ام المؤمنین هستند. هم عایشه و هم حفصه و هم زینب بنت جحش، ام سلمه، سوده و میمونه دختر حارث و هلالی و جویریه دختر حارث که از بنی مصطلق بودند و صفیه دختر حویی، و تمام اینها همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و تمامشون امهات المؤمنین هستند. و دلیلی که ما داریم خود ساخته نیست، نه به خاطر اینکه ما عایشه رو دوست داریم یا حفصه رو دوست داریم، فرزندان خلیفه اول و دوم بودند، بین خاطر نیست، بلکه بین خاطر است که الله متعال در قرآن مجید صراحتا اعلام فرمودند که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. اهل سنت والجماعت پایبند قرآن هستند و این لقب رو اهل سنت والجماعت اختراع نکردند، بلکه این مطلبی هست قطعی و واقعی و عمیق که الله متعال در قرآن کریم اینو نازل کرده و تا قیام قیامت هم این در واقع وجود داره. منتها مطلبی دیگر که در این زمینه می شود گفت اینه که امهات المؤمنین به چه معنی هست. وقتی ما میگیم که عایشه ام المؤمنین هست، حفصه ام المؤمنین هست، خدیجه ام المؤمنین هست و دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، این ام المؤمنین در احترام و تحریم هست. و همین سوالی بود که می‌خواستم بزنم، شاید برای بینندگان همین سوال پیش بیاد که وقتی میگن امهات المؤمنین یعنی ازدواج با اونها حرامه یا با اونها محرم میشن، چگونه است که خدا گفته امهات المؤمنین؟ بحث از امهات المؤمنین چیست؟ بحث روی محرمیت نیست. درست. بحث روی محرمیت نیست، زیرا که الله متعال در سوره احزاب که احکام متعددی رو در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده، اینو صراحتا آورده و مطلب رو بیان میکنه. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن. دستور داده که ای همسران رسول الله، ای پیامبر من، به همسرانت، به دخترانت و به زنهای مؤمن این حکم را ابلاغ بکن که چادرهایشون را و روسریهایشون را بر گریبان خودشون در واقع بکشند. یا در ادامه الله متعال میفرماید و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. اگر میخواد یک چیزی رو سوال بکنید از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پشت پرده از اونها بخواهید. یعنی این دلیل بر این است که همسران رسول الله صلی
الله علیه و سلم محرم امت نیستند. محرم امت نیستند، بلکه نامحرمند با همهشون به استثنای خویشاوندان خودشون. یعنی این که این مادر بودن حضرت عایشه و حفصه و دیگر امهات المؤمنین به معنی احترام هست و به معنی تحریم هست. یعنی همون گونه که مادر بر فرزند احترام دارد، قابل حرمت هست و همچنین ازدواج با اون حرام هست، با همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم این مورد ازدواج با همسران رسول الله هم حرام است. همون حرمتی را، همون احترامی را، همون ارزشی را، همون محبتی را که فرزند نسبت به مادر خودش دارد، اون رو باید نسبت به حضرت عایشه و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشند. و همون گونه که مادر بر فرزند ازدواجش حرام هست، ازدواج همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ایشان برای تمام امت در واقع حرام هست. یعنی این که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم در احترام و در تحریم مادران تمام امت هستند، امهات المؤمنین هستند، اما در محرمیت این گونه نیستند. محرم هیچ کس از امت نیستند مگر خویشاوندان خودشون. پس بنابراین بقیه احکام محرمیت بر اونها کاملا اطلاق می شود. یعنی این که جایز نیست برای اونها که بدون محرم به سفر بروند، با غیر محرم خلوت بکنند، مگر با همون کسانی رو که الله متعال در قرآن کریم به صورت صریح اونها رو محرم برای انسان قرار داده. پس بنابراین امهات المؤمنین یعنی این که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند مادران نسبی ما بر ما احترام دارند و مانند مادران نسبی برای تمام امت در واقع حرام هستند. و کسانی که به این قرآن اعتقاد دارند، به پیامبر اعتقاد دارند، به وحی آسمانی اعتقاد دارند، به عدم تحریف قرآن ایمان دارند، این باید این مادر بودن حضرت عایشه و دیگران رو باید قبول بکنن. و این مطلبی نیست که اختصاصی به اهل سنت و الجماعت داشته باشه، ابن تیمیه اینو پدید آورده باشه یا افراد دیگر، بلکه این فرموده الله متعال هست و در قرآن ثبت شده و به صورت صراحت با هر تعبیری هم که بخواید و با هر نوع ترجمه تحت لفظی بکنید، برداشت آزاد بکنید، به هر صورتی که ترجمه بکنید، و از واجه امهاتون معنیش این میشود که همسران رسول الله صلی الله و علیه و سلم مادران مؤمنان هستند. ممنون سپاس جناب استاد، خیلی ممنون. با هم یک میان برنامه ببینیم، باز هم همراه شما خواهیم بود با بحث امهات المؤمنین. شبستان وجود ما بدون یاد رب تار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دل ها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی بسوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را، بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزی دیدارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی، غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن، مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است، عدو سخت کفار است.
اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بین ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، با عقبا جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب. با سلام مجدد به همه بینندگان عزیز و گرامی، جناب استاد بحث امهات المؤمنین بود که آقای هلی تهمت زده بود، بهتر بگیم به اهل سنت که چی بگیم دیگه، افترای تهمت هر چی میخوام بگن، که اهل سنت به عایشه میگن ام المؤمنین، به بقیه نمیگن، و همچنین به محمد ابن ابی بکر نمیگن خال المؤمنین، و به معاویه میگن خال المؤمنین. خب بحث هایی که در رابطه است باز هم بفرمایید مطالبی که مونده. در مورد ام المؤمنین که عرض کردم که این عقیده اهل سنت و الجماعت یک عقیده هست که منبعش خود قرآن هست، به صورت صراحت اینو بیان کرده، و اهل سنت و الجماعت در این زمینه هیچ گونه دخلی و تصرفی رو ندارند، به استثناء این که معتقد به آیات قرآن هستند و در این زمینه هیچ گونه اشکالی هم وجود نداره. منتها بحث این که اهل سنت و الجماعت معاویه را خال المؤمنین میگویند، یعنی دایی مؤمنان، به این معنی که ایشون در واقع برادر خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. وقتی که ام حبیبه می شود ام المؤمنین، معاویه می شود خال المؤمنین، یعنی دایی مسلمانان. در این زمینه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اینو واقعا یعنی به صورت منصفانه اینو آورده و مطرح کرده و میگوید که برخی از علمای اهل سنت و الجماعت این لقب را اصلا بر حضرت معاویه هم اطلاق نمی کنند. این گونه نیست که یک امر قطعی و 100% باشه، به عنوان یک عقیده باشه که ما معاویه را خال المؤمنین بگیم. تمام علمای اهل سنت و الجماعت چنین عقیده‌ای را ندارند و ایشون می‌فرمایند که بعضی از اهل سنت و الجماعت این لقب را بر حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه اطلاق نمی‌کنند. و همون گونه که این در واقع برمیگرده که اگر این رو اطلاق بکنیم که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه می‌شود خال المؤمنین، خب خواهران معاویه و دیگر خواهران امهات المؤمنین باید باشند خاله های مؤمنان، خالات المؤمنین باشند، مادرانشون مثلا باشند جدات المؤمنین، مادر بزرگان مؤمنین، و پدر بزرگانشون هم باشند که پدر بزرگ اجداد تمام مؤمنان باشه. و اینو به اتفاق ما میدونیم که این مطلبی که در اینجا وجود داره، این بالفرض این که به معاویه بگویند خال المؤمنین، بالفرض این که بگویم که قرض کردم، این یک مسئله مسلم و کلی به صورت یک قاعده در واقع نیست و تمام علما اینو نگفتند. بالفرض هم که گفته باشند که معاویه خال المؤمنین هست، بدین معنی نیست که حکمی را که برای امهات مؤمنین ثابت هست برای خال المؤمنین هم ثابت بکنم. برای امهات المؤمنین عرض کردیم که وقتی که یک زنی می شود ام المؤمنین، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی این که در احترام و در حرام بودن ازدواج با اون مثل خود مادر قرار می گیره. اما وقتی که یک فردی رو ما می گوییم که خال المؤمنین هست، معنیش این نیست که این دیگه حق ازدواج نداره، زیرا که تمام مؤمنه ها زن های مؤمنه می شوند که خواهرزاده هایش می شوند. و
پس بنابراین اون حکم رو در اینجا هیچ کسی از اهل سنت و اهل جماعت ثابت نکرده. معتقد به این نیستند که وقتی که یک فردی خال المؤمنین شد یا خالات المؤمنین شد، اون احکامی رو که برای ام المؤمنین ثابت هست برای دیگه ثابت بشه. منتها یک مسئله در اینجا وجود داره، با توجه به دشمنی هایی که بوده با بنی امیه یا با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه، اهم از جهت روافض و هم از جهت خوارج، هم روافض و هم خوارج، وجه مشترکشون این است که با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه مشکل دارند و ایشون رو در واقع تکفیر میکنند. در این مقابل برخی اومدن گفتند که این جزء خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، برادر خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، پس بنابراین میشود خال المؤمنین. گرچه برخی از علما مانند امام ذهبی رحمت الله علیه و قبل از ایشون خلال در سنه خودش اینو آورده و کرده، اما به عنوان یک عقیده نیست، به عنوان یک مسلمه، یک امر قطعی و مورد اجماع تمام اهل سنت و الجماعت نیست. با توجه به این که هیچ کسی از علمای اهل سنت، حتی اونهایی که معاویه را خال المؤمنین گفتن، معتقد به این نیستم که این خال المؤمنین بودن اون حرمتی رو که برای ام المؤمنین هست به اون معنایی رو برای حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه در واقع بیاند و ثابت بکنند. و دیگری مطلبی که در اینجا به اون اشاره کرده بود که اهل سنت و الجماعت اومدند و معاویه رو گفتند خال المؤمنین، در صورتی که محمد ابن ابی بکر رضی الله تعالی عنه رو در واقع نمیگند خال المؤمنین، در صورتی که، و اینجا یک نکته بسیار جالبی رو در اینجا ذکر کرده بود. اولا که آقای هلی در کتاب خودش این اشاره کرده بود که با توجه به این که محمد ابن ابی بکر منزلت عظیمی و تقربی نزد پدرش داشت، درست. منزلت عظیمی و تقربی نزد پدرش داشت. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه داشتن. این مطلب رو اگر دوستان دوباره من اینجا نمایش بدم تا اینکه به صورت واضح آشکار بشه برای بینندگان عزیز، میگوید که ولم یسم اخاها محمد ابن ابی بکر، برادرش محمد ابن ابی بکر را خال المؤمنین نگفتند، با این که مع عظم شأنه و قرب منزلته من ابیه، با توجه به شأن عظیم و قرب منزلتی که محمد ابن ابی بکر به پدرش داشته. الان این حرف شاید برای کسانی که آشنایی نداشته باشند با محمد ابن ابی بکر، تاریخ تولدش رو ندونند، شاید برای اونها قابل نتونند این حقیقت رو درک بکنند. اما وقتی که ما حقیقت رو نگاه میکنیم، این یک افترای دیگه هست، یک دروغ واقعا بچگانه‌ای هست، عامیانه‌ای هست که فقط یک فرد عامی میتونه چون این ادعایی را بکنه. محمد ابن ابی بکر همه میدونن به اتفاق شیعه و سنی در سال حجۃ الوداع به دنیا اومد، در سال حجۃ الوداع و در سفر حجۃ الوداع، در همون سفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حج رفته بودن، سال آخر زندگی. یعنی این که محمد ابن ابی بکر بعد از رسول الله چیزی حدود 4 ماه در واقع بوده، بعد از رسول الله، یعنی در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم صرفا 4 ماه بود، یعنی در سال 10 هجری بله. دنیا اومده 4 ماه بوده، یعنی در هنگام وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در زمانی که پدر ایشون فوت کردند، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ایشون تقریبا حدود 3 سال داشتند، کمتر از سال دقیقاً تقریبا حدود 3 ساله بودند. الان با این واقعیتی که در اینجا وجود دارد، یک پسر 3 ساله ای رو وقتی بخواند بزرگش بکنند، ولی راهش امین است، محمد ابن ابی بکر نزد پدرش یک جایگاه خیلی عظیمی رو داشته. از کدوم جایگاه صحبت میکنید؟ از کدوم محمد ابن ابی بکر جایگاه صحبت جهادی، جایگاه به حساب این که علمی داشته، کلاس های درسی داشته مثلا؟ هیچ عنوان یک کودکی که چه بسا تازه اون از شیر گرفته باشن. این تعبیر در واقع نشانگر این است که شیعه چیزهایی رو که اصلا وجودی نداره و در واقع قابل تصور نیست، اینها رو میارند بزرگ میکنند. محمد ابن ابی بکر نزد پدرش جایگاه بسیار والایی رو داشته و جز مقربان ابو بکر بوده. یک کسی فکر میکند که شاید جز وزرای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بوده. این از منطق آقای هلی که این گونه مسائل رو مطرح میکند، سیاه نمایی میکند برای فریفتن افکار عمومی. این یک نقطه.
محمد ابن ابوبکر از کردم در سال حجۃ الوداع به دنیا آمد و در هنگام وفات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حدود 3 سال بیشتر نداشته و بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت علی ازدواج میکنند با اسماء بنت اُمیس و محمد ابن ابوبکر میشود ربیب حضرت علی رضی الله تعالی عنه، یعنی دست برورده حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست و نهایتا محمد ابن ابوبکر در اختلافاتی که به وجود آمد، در شورش هایی که به وجود آمد، گفته می شود که نقش داشته، حتی وارد منزل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شده، به خاطر اینکه حضرت عثمان این مطالبی که عرض می کنم در تاریخ اومده که حد رو بر محمد ابن ابوبکر جاری کرده بود، به خاطر این بغض علی، بغض عثمان رو در قلب گرفته بود و جز شورشیانی بود که علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در وقت اقدام کردند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ایشون رو جز مخربان علی بوده، جز مخربان ابوبکر نبوده، جز مخربان علی بوده، عامل و کارگزار حضرت علی در مصر بوده و توسط طرفداران حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در مصر در واقع کشته شد. این درباره خود محمد ابن ابوبکر است. منتها اهل سنت والجماعت اگر میخواستند که بر اساس در واقع تعصب بیاند یک کاری رو بکنند یا بر اساس نمیدونم که یک جانبه بیاند قضاوت بکنند، خب از دیدگاه اهل سنت والجماعت خب چرا محمد ابن ابوبکر رو آورده مثال میزنیم؟ محمد ابن ابوبکر در زمان وفات پدرش شیرخواری بیشتر نبوده، نهایتش 3 سال بیشتر نبوده، برادرش عبدالرحمن ابن ابوبکر جایگاه بالاتری رو داشته، جز صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و جز مهاجرین هست، چرا اون رو مثال نزدید در اینجا؟ اضافه بر این، اضافه بر خود محمد ابن ابوبکر، حتی خود عبدالرحمن ابن ابوبکر، اضافه بر اینها حتی فراتر از خود معاویه رضی الله تعالی عنه، ما افرادی رو داریم برادر خانم های رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن و از دیدگاه اهل سنت والجماعت ارزش و مقام خیلی بالاتری رو دارن، اما بازم اونا رو خالو المؤمنین ننامیدن، مانند حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه. عبدالله ابن عمر صحابی رسول الله بوده، در علمش، در ایمانش، در سابقه‌ای که در ایمان داشته، در صحبتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته، در علمی که از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نقل شده، به هیچ عنوان قابل مقایسه با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نیست. به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. اضافه بر این که پدر عبدالله ابن عمر نزد اهل سنت والجماعت به مراتب از پدر معاویه هم مقرب‌تر است. از خود معاویه و از پدر معاویه. اهل سنت والجماعت معتقد هستند که دختر خواهر عبدالله ابن عمر از خواهر معاویه مقامش بالاتر بوده، حضرت حفصه رضی الله تعالی، اما با وجود این نیومدند بگند که عبدالله ابن عمر یا برادرها دیگرش هستند خال المؤمنین هستند، کسی اینا رو خال المؤمنین در واقع ننامیده. علت این که معاویه رو برخی گفتند خال المؤمنین هست، اختلافاتی که به وجود آمده از جانب روافض و از جانب خوارج، حتی اون موقعیتی رو که داشته، قرابتی رو که با رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته، اینو کردن زیر سوال بردن. برخی از اهل سنت گفتند که جزء خیشاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، برادر خانم رسول الله بوده، میشود خال المؤمنین. با توجه به این که اون معنی حرمتی رو که هست و احترامی رو که هست، اینو در واقع برای خال المؤمنین کسی قائل نشده. پس بنابراین یک نقطه‌ای که در اینجا قابل توجه هست و اهل سنت والجماعت بر اساس آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این برتری رو در اینجا قرار دادن، یک مقایسه‌ای بکنیم، نه در میان حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه و دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا کسانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم جز خویشاوندان ایشان بودند و مسلمان بودند، عموزاده‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم که از خود قریش و از بنی هاشم بودند، فرزندان حارث ابن عبدالمطلب که عموزادگان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، حضرت اخیل رضی الله تعالی عنه یا دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما به هیچ عنوان معاویه رو بر این افراد که برتر نمیدونیم
بر این افراد اونها رو برتر که نمیدونیم که هیچ جای خود دارن، ما معاویه رو بر افرادی مانند حضرت بلال و حضرت عمار و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قابل مقایسه برای ما نیستند. مقامی رو که ابوذر داشته، مقامی رو که بلال داشته، مقامی رو که صهیب رومی داشته، مقامی رو که در واقع سمیه و عمار و یاسر داشتند، به مراتب فراتر از مقامی هست که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه داشته و اون کسانی که قبل از فتح مسلمان شدند، هجرت کردند، جهاد کردند، مال خودشون رو خرج کردند، به تصریح قرآن برتر هستند از اون کسانی که بعد از فتح مسلمان شدند و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه جز مسلمانان سال فتح است. چه برسد به این که ما فرد دیگری رو بیاییم مثلا با خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم مقایسه بکنیم، نه تنها این مقایسه رو انجام نمیدیم، حتی با کسانی که از نظر نسب برده بودن، نسب آنچنانی رو نداشتین، ما بر اساس تعصب کسی رو بر اونها برتر نمیدونیم. پس بنابراین این که برخی از اهل سنت و جماعت گفتند که معاویه خال المؤمنین هست، علتش این مورد بوده، در صورتی که افراد خیلی فراتر از محمد ابن ابی بکر و عبدالرحمن ابن ابی بکر وجود داشته که از هر جهت هم خودشون، هم پدرانشون و هم خواهرانشون که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، برتر و بالاتر بودن، اما به هیچ عنوان اهل سنت و جماعت اونها رو خال المؤمنین نگفتن. این دلیل بر این است که اهل سنت و جماعت در واقع تعصبی رو در این زمینه نداشتن. نقطه دیگری که جناب استاد اگر بذارین که آقای هلی، همونطوری گفتین البته که در رأس و مذهب آقای هلی اینه که شیعیت دقیقاً همین عقیده رو دارن، عقیده ای که بر دروغ، افترا، نفاق بنا شده، دقیقاً چیزی که جز نفاق و دروغ نداره که تحویل بده. دقیقاً باید همین چیزهایی را که بهش یاد دادن از روات دروغ گرفته، مذهبش اساسش دروغ پردازی و خیال بافی است، مجبوره برای اینکه دیگران رو گمراه کنه، زال هست و مزل هست، مجبوره که دروغهایی رو نسبت بده به دیگران و کسانی که واقعاً خردی ندارن تا بتونن این مذهب رو پیروی کنن. فکر نمی کنم چیز دیگه باشه، رواتش کافر، رواتش ملعون، رواتش کذاب، یعنی برای این مذهب جز منفی چیز دیگه فکر نکنم باشه، منفی در منفیه. خب جناب استاد اگر در رابطه با این بحث خال مؤمنین مطالب مونده بازم نقطه دیگری که در اینجا آقای هلی اینو مطرح کرده بود و اینو ذکر کرده بود، همین مطلبی هست که من عرض کردم که اشاره کرده بود به این که محمد ابن ابی بکر عظمت داشته، شأن بزرگی را داشته و واقعا مقرب پدر خودش بوده در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اما با وجود این اهل سنت والجماعت ایشون رو خال المؤمنین نمیدونند و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه رو خال المؤمنین گفتند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این نقطه رو هم یادداشت کرده در اینجا و میگه و اما قوله و عظم شأنه، این مطلبی که آقای هلی به اون اشاره میکرد با توجه به جایگاه والای محمد ابن ابی بکر و تقربی رو که به بارگاه و درگاه حضرت ابوبکر و پدرش داشتن، اینو اشاره میکرد، میگه که منظور شما از این که محمد ابن ابی بکر جایگاه والایی رو داشته چی هست؟ من عرض کردم که محمد ابن ابی بکر در زمان وفات پدرش یک بچه 3 ساله بیشتر نبوده و این حرف رو برای کسی شما میتوانید بزنید که واقعا از تاریخ آگاهی نداشته باشه، یا خود آقای هلی واقعا آگاهی نداشته و این توهم کرده این رو، و یا اینکه واقعا قصدن اومده و میخواد که مسئله رو بزرگنمایی بکند و مردم را، پیروان خودش را، کسانی را که افراد ساده لوی هستند کتابش رو مطالعه بکنند، در واقع اونها را بفریبند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید و اما قوله و عظم شأنه فإن أراد عظم نسبه، اگر منظورش این که جایگاه بلندی رو داشته، اگر منظورش نسبش باشه، درست، که نسب خیلی بزرگ و والایی رو داشته، اینو ما میدونیم که نزد اهل سنت والجماعت نسب هیچ گونه ارزشی رو ندارد. اهل سنت والجماعت ارزش افراد بر اساس تقوا هست، یعنی از دیدگاه ما هر کسی که تقواش بیشتر هست، ایمانش بیشتر هست و خدمت بیشتری رو به اسلام کرده و سابقه بیشتری رو در اسلام داره، نزد ما جایگاه و ارزش و عظمت بیشتری رو داره. فقط مجرد
شده، این که فلانی از نسب فلان شخص هست، چون این در واقع مایه افتخار و مایه عظمت و شأن نمی شود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این یک معیار کلی هست. هر کسی که متقی تر باشه، پرهیزگارتر باشه، بیشتر عامل بر احکام قرآن باشه، بیشتر خدمتگزار اسلام باشه، بیشتر اخلاص داشته باشه، اینها معیار هست. و در این زمینه میبینیم که اگر منظور هلی نسب باشه، که در این صورت ما میبینیم که هیچ گونه وجاهتی رو نداره حرفیشون، که اهل سنت و الجماعت مبناشون نسب نیست. و اگر بخوایم بر مبنای اهل نسب حساب بکنیم، خب افراد دیگری بودند که نسبش از نسب محمد ابن ابوبکر چه بسا که در مراتب بالاتری بودند. اما معیار اهل سنت و الجماعت نسب نیست، بلکه معیارشون همون تقوا هست. نقطه دیگری که قبلا من اشاره کردم که شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه و اگر منظورش از این که اعظم شأن که جایگاه بلندی رو داشته منظورش سابقهش باشه، در هجرتش، در یاری کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم، در جهادش باشه، ما میبینیم که به اتفاق شیعه و سنی محمد ابن ابی بکر جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده. در این زمینه افراد بالاتری از اون بودند که در واقع با این که هم از نظر نسب چه برا بالاتر باشند، از نظر سابقه به ایمان بالاتر باشند، جهاد و نصرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما کسی اونها را خال المؤمنین در واقع نمیماند. و اگر منظور آقای هلی از این که محمد ابن ابی بکر جایگاه بلندی رو داشته سابقهش باشه، که این هم مورد نداره، این هم در واقع دروغ هست. بیچ عنوان محمد ابن ابی بکر سابقه ای رو در این زمینه نداشتن. و اگر منظورش این باشه که از نظر علم محمد ابن ابی بکر جایگاه والاتری رو داشته و جز مقربان حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بوده، در این هیچ گونه شکی وجود نداره که از محمد ابن ابی بکر در میان اصحاب رسول الله و در میان برادر خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد اعلم تری بودند، افرادی بودند که دیندارتر بودند، پس که محمد ابن ابی بکر در ردیف اونها به هیچ عنوان نمیتواند که قرار بگیرد. محمد ابن ابی بکر نه جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و نه جز علمایی هست و نه ذکری از روایات محمد ابن ابی بکر در کتاب های معتمد حدیثی و فقهی در واقع وجود داره. پس بنابراین نه از نظر نسب این میتونه مصداق داشته باشه و نه از نظر سابقه جهاد میتونه مصداق داشته باشه و نه از نظر علم میتونه این حرف آقای هلی مصداق داشته باشه. و همچنین اگر منظور اون شرافت به اصطلاح اجتماعی باشه، جایگاهی و منزلتی باشه که از نظر اجتماعی یک فردی داشته، باز هم محمد ابن ابی بکر با معاویه رضی الله تعالی عنه قابل مقایسه نیست. این مقایسه رو کرده در میان محمد ابن ابی بکر و در میان معاویه رضی الله تعالی عنهم. از نظر نسب محمد ابن ابی بکر از معاویه برتر نیست. از نظر سبقت در اسلام قابل مقایسه نیست. معاویه سبقت داره بر محمد ابن ابی بکر. زمانی که معاویه مسلمان شد اصلا محمد ابن ابی بکر متولد نشده بود. و از نظر جهاد و از نظر خدمت به اسلام به هیچ عنوان محمد ابن ابی بکر قابل مقایسه با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نیست. در زمان ایشان جهان اسلام در واقع شاهد فتوحات عظیم بوده و معاویه رضی الله تعالی عنه یکی از کاتبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و اقوال فقهی رو از ایشون ما داریم و روایاتی رو در این زمین از ایشون داریم. و از نظر شرافت اجتماعی به هیچ عنوان محمد ابن ابی بکر در حد معاویه نبوده. محمد ابن ابی بکر نهایت امری رو که برایش تصور بکنیم یکی از کارگزاران حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده، اما حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه برای خودش در شام در واقع یک حکومتی رو داشته، یک جایگاه و منزلت خاصی رو داشته و خصوصا که بعد از وفات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یا بعد از قضیه در واقع اینکه خلیفه رسمی شد یا اینکه پادشاه رسمی مسلمانان شد، در واقع اون جایگاهی رو که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه به عنوان یک پادشاه و یک حکمران داشتن به هیچ عنوان قابل مقایسه با جایگاهی نیست که آقای محمد ابن ابی بکر اینو در واقع داشته باشه. پس بنابراین با تمام این معیارها وقتی بخوایم بررسی بکنیم، این بزرگنمایی آقای هلی در واقع سست بودنش و بی مصداق بودنش کاملا ظاهر و آشکار است. چیه؟
که آقای هلی خوب گفتین شما که اگر ما خواسته باشین از لحاظ سبقت اسلام و کارهای نیک دیگری مثل جهاد و مثل کارهای دیگر اگر ما خواسته باشین با محمد ابن ای بک کسان دیگر مقایسه کنیم، مثلا عبدالله ابن عمر خیلی از اون بالاتره، افراد دیگری هم هستن. و از نظر دیگه اگر ما بین عبدالله ابن عمر و معاویه رضی الله عنهما بین تا مقایسه کنیم باز هم عبدالله ابن عمر بالاتره، شما اینها ذکر کردین. و اما اگر باز هم بین معاویه و محمد ابن ابی بکر با این دو تا مقایسه کنیم، کدومی که افضل ترن از دیدگاه اهل سنت و اون چیزی که واقعیت، یقینا و یقینا معاویه رضی الله عنه برتر و بالاتر است، بنا به دلایلی که شما ذکر کردین. اسلامش بالاتره، خدماتی که به اسلام کرده، اصلا وقتی که محمد ابن ابی بکر به دنیا اومده پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر وفات کردن اون 3 ماهه بیشتر نبوده، 4 ماهه بیشتر نبوده، نش اول شیرخوارگیش بوده و مواردی که ذکر کردین. علت این بزرگنمایی که فقط محمد ابن ابی بکر آورده و دیگر نیاورده، اگر شما توجه بکنید در تاریخی که شیعه از اسلام ارائه میدهد، در طول تاریخ افرادی که برای اسلام در زمینه‌های متعدد واقعا مفید بودند، چه از نظر شمشیرزنی برای اسلام مفید بوده باشند، چه از نظر نقل روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم مفید بوده باشند، چه از نظر علمی مفید بوده باشند، چه از نظر اجتماعی جایگاه و منزلتی را در خدمت به رسول الله و در خدمت به اسلام داشته باشند، این افراد را به صورت کلی اگر ما نگاه بکنیم، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که حدود 2000 روایت را دارند، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که بالغ بر 5000 روایت را دارند که از نظر علمی واقعا خدمت بزرگی را کردند، حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم که خدمت‌های واقعا شایانی را قبل از هجرت و بعد از هجرت و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند که واقعا خدمت‌های بسیار ارزنده‌ای هست. و هم از نظر حتی خالد رضی الله تعالی عنه با توجه به فتوحاتی رو که داشتند، این افرادی رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت نما بودند و همه اونها رو میشناختند، هر کسی که در جامعه آن روز رسول الله صلی الله علیه و سلم نمایان تر بوده، ارزشی رو داشته، سابقه بیشتری رو داشته، از دیدگاه شیعه اون متهم هست، زیرا که مخالفتشون با اصل دین هست. درست. و این دقیقا هم به این معنی هست که هر کسی که بیشتر ارزش داشته، بیشتر خدمت کرده، بیشتر نزدیشی در واقع مبغوض هست. اما در جهت مقابلش هر کسی که بیشتر برای انهدام اسلام در واقع سعی کرده، درست، برای تضعیف اسلام سعی کرده، نزدیشی در واقع جایگاه خیلی والاتر و بزرگتری داره، مانند قاتل سیدنا عمر رضی الله تعالی عنهم، قاتلان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به صورت کلی، و یکی از شورشیان همین آقای محمد ابن ابی بکر بوده که در روایت اومده که حمله کرده و وارد خونه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شده. بعد از ایشون ما میبینیم که رأس شورشیان عبدالله ابن سبأ یهودی هست، بعد از اون میبینیم مالک اشتر هست، یا اینکه عبدالله ابن سبک عرض کردم، یا مختار، یا بقیه افرادی که واقعا یعنی برای حتم اسلام کار کردند، و چه بس افرادی که ادعای نبوت کردند و نهایتا از دین اسلام خارج شدند. این افراد نزد شیعه افراد محترمی هستند، اما اونهایی که خدمتگزار دین بودند، ناقلان دین هستند، اونها از دیدگاه شیعه جایگاهی رو در واقع ندارند. محمد ابن ابی بکر رضی الله تعالی عنه به خاطر این که محمد جز شورشیان بوده علیه در واقع با دار و دسته عبدالله ابن سبأ یهودی در واقع فریب اونها رو خورده بود و جز شورشیان به صورت کلی محسوم میشد و نهایتاً جز کارگزاران حضرت علی رضی الله تعالی عنه قرار گرفت، به این خاطر میخواست که این فرد رو در مقابل حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یا دیگر برادر خانم های رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو مطرح بکنن و بزرگش بکنن. و این نشانه این است که این انتخابه های شیعه و این مطالبی که ارائه میدن، استدلال هایی که میکنن، بر اساس یک اصول علمی و بر اساس واقعیت های موجود آن زمان در واقع نیست، بلکه بر اساس تعصب و بر اساس هوا و هوس بوده. ممنون جناب استاد، خیلی خیلی ممنون و زیبا به این ادعاها و افتراهای آقای هلی از کتاب شیخ الاسلام واقعا جواب زیبایی دادن. فقط در یک دقیقه یا در دو دقیقه، اگر کمتر از دو دقیقه بشه، خلاصه توصیه برای بینندگان که چگونه تاریخ رو بررسی کنن و چگونه به واقعیت برسن.
بسیاری از این مواردی که بنده عرض کردم نیازی نیست که صرفا انسان پشتوانش تاریخ باشه. درست. بسیاری از این مطالب در قرآن کریم هست. برای این که شما بفهمید که عایشه ام المؤمنین بوده یا نبوده، اهل سنت گفتند ام المؤمنین هست یا اینکه اهل سنت نگفتند، این کافی است که یک انسان مسلمان به قرآن مراجعه بکنه و در بسیاری از موارد و حتی مسائل کلی که وجود داره کافی است که شیعه قرآن رو نگاه بکنند، نه کتاب‌های اهل سنت و جماعت رو. قطعا به این حقیقت خواهند رسید که بسیاری از اون افسانه هایی که در مورد اصحاب رسول الله گفته می شود افسانه هست، دروغ هست و هیچ گونه واقعیت نداره. بسیاری از اعتقاداتی که شیعه اونها رو جز مشخصه های اعتقادی خودشون میدونن در قرآن میبینیم هیچ گونه اصل و اساسی رو ندارن. برعکسش میبینیم که اعتقادات اهل سنت و جماعت باورهایی رو که دارن، نگریشی رو که به تاریخ دارن، میبینیم که تاییدش در قرآن هم هست و بعد از آن در سنت رسول الله و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد. توصیه من این است که هم در امور تاریخی و هم در امور دینی و اعتقادی و هم در امور شرعی و فقهی مبنای ما قرآن باشد و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و از افسانه ها و خرافاتی که قرنها پیش در ذهن ما فرو کردند و نسل در نسل نقل شده و ما با اینها بزرگ شدیم، اینها را کنار بگذاریم و بر اساس قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم با نگاهی بی جانبه و بدون طرفداری بیاییم به حقایق اسلامی نگاه بکنیم، قطعا ما به حق و حقیقت انشاءالله خواهیم رسید. ممنون، سپاس جناب استاد، واقعا از صحبت های دلنشین واقعا خودم لذت بردم و امیدوارم که بینندگان عزیز هم کمال استفاده رو برده باشن و همچنین از بینندگانی که تا این لحظه با ما و همراه ما بودن و با برنامه منهاج السنه بودن تشکر و قدردانی میکنم و از همه عزیزان میخوام که نیم ساعت دیگه هم منتظر برنامه زنده باشن من برای وصال با موضوعیت نظام ایران در منطقه چی میخواهد، که برای خیلی ها کاملا هویدا است، حتی برای ایرانیانی که داخلن، خارجن، مردم افغانستان، تاجیکستان و مردم کشورهای عربی و کاملا خاورمیانه هویدا است که ایران چی میخواهد. امیدوارم که این برنامه رو هم ببینید و اون زهری که ایران میخواد بر منطقه بپاشه از اون هم آگاهی بیشتر حاصل کنید. شما همه از ایران را به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا یار و یاورتان. خدا نگهدار.